پروفسور اورتالی به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. خوش آمدیدم. going to start with... Farsi. من با فارسی شروع می‌کنم ولی اگر طی گفتگو راحت نبودید با انگلیسی ادامه می‌دیم. Not comfortable with Farsi. آقای اورتالی من متوجه شدم که اتاق کار شما مشرف به منظره زیبای بوسفور در این دانشگاه بسیار قشنگ باش خیلی برای شما الهام باشه این قصر قدیمی شهزادگان بود خصوصا ولی عهد سلطنت عثمانی توفیق افندی و اینجا بود و بعد از اعلان جمهوریه این ساختمان به سمای دبستانی غلط سرای کرده شده است و از دوازده سال خواه دوازده سال دا. اینجا در دانشکده حقوق و دانشگاه غلط سره کار می کنم و آنش تحصیل تحصیل کنم خب خیلی بچکر از فارسی صحبت کردن تو خب بگذارید برگردیم به انگلیسی و گفتگون رو با انگلیسی ادامه بدیم آقای پروفسور شما میگید که تمدن ایران برای تورکا شبیه تمدن یونان برای ها بوده نه فقط شبیه بلکه شباهت خیلی واضحه چرا اینطور فکر میکنید؟ مصور ظاهر برای اینکه نقش تمدن یونان در تمدن اروپایی یک نقش مصنوعی و نسبتاً جدیده در اواخر قرون وسطا شروع میشه و در طول قرنهای متمادی برای اروپای غربی و همینطور برای یونان و روم تمدن فقط تمدن رومی بوده تمدن واقعی یونان از عرب ها گرفته شده و از اونها به ارث برده شده روم میتونست به اونها در زندگی روزانه فقط تمدن و زبون خودش رو بده ولی نه تمدن و فرهنگ یونانی رو که اونها در روم برای خودشون برای طبقه نخبه داشتن برای بربرها و فرهنگهای فرای کوههای آلپ تمدن یونانی بیش از حد لوکس و روشنفکر مابانه بود بنابراین تمدن واقعی یونان توسط عربهای آندولوس و سیسیلیایی ها متحول شد و نقش اندیشمندان یهودی و ترجمه و تفسیرهای اونها رو که همراه با تفسیرهای عرب ها ارائه میدادند فراموش نکنید. بنابراین برای ما، برای ترک ها، تمدن ایران از دیرباز در ذهن تاریخی ما وجود داشته. از ازل در ما نفوذ داشته. برای همین حتی پیش از اسلام ترک ها از نفوذ تمدن ایران برخوردار بودند. اگر شما از نظر واجه شناسی هم به این قضیه نگاه بکنید یک سلسله نفوذ و تأثیر رو به روشنی میتونید ببینید اگرچه زبون ایرانی ها آریاییه و زبون ما به گروه دیگری تعلق داره میشه بگید در کدوم حوزه تمدن ایرانی تاثیر گذاشته در درجه اول و پیش از همه دین شمنیزم یا طبیعت پرستی پیش از اسلام در ترکیه با مذهب زرتشتی پیوند خیلی نزدیکی داشته دوما شما اگه به دوره اسلامی نگاه بکنید از لحاظ زندگی روزمره اساتید ما در دوره اسلامی همه ایرانی بودند ما کلمات و حروف الفبای عربی رو از ایرونی ها گرفتیم و تا امروز هم در صحبتامون از کلمات فارسی استفاده میکنیم مثل عروج، نماز، اقدس، پیغمبر و خیلی واجه های دیگه پیغمبر اتسترا اینها همه واژه های فارسی هستند اینها همه کلمات فارسی هستند البته زبان ترکی خیلی غنیه میدونید ساختار زبان ترکی خیلی انعطاف پذیره خیلی انعطاف تر از زبان فارسی اما شما فکر می‌کنید انعطاف پذیری زبان ترکی منفیه نه منفی نیست خیلی هم خوبه اما مشکل دیگه زبان ما اینجاست که خیلی تکلهنی و خیلی مونوتون بود اجداد ما خیلی باهوش بودند که جنبه شاعرانه زبون فارسی را گرفتند ولی لحن و آهنگش رو عوض کردند برای همین چل درصد از زبان ترکی از زبان فارسی میاد حتی بعضی از کلمات عربی که حذف اونها از زبان ترکی ناممکن به نظر میرسه برای همین بهتر اونها رو قبول کنیم شما هم ایران گفتید که دین شما دین ترک ها خیلی تا تاثیر ایران قرار گرفته چهل درصد از زبان ترکی هم از زبان های ایرانی اومده ولی امروز ما داریم میبینیم در زمینه مذهب یک تفاوت بزرگ بین ترک ها و ایرانی ها هست شاه اسماعیل صفوی یک شاعر ترک یک ملک ترک و یک رهبر ترک بود که سعی کرد کشور خودش رو بسازه و مذهب مخصوص خودش رو پایگذاری کنه به همین دلیل تشیع رو قبول کرد خیلی از ترک هایی که از آناتولی به او ملحق شدند از این کار او راضی نبودند به او میگفتند گفتند راه این نیست راه نیاکان و راه پدران تو این نیست حالا تو داری یک مذهب دیگه یعنی شیعه جعفری رو وارد میکنی به این ترتیب بعد از قرن پانزدهم و شانزدهم شما یک مذهب و یک سلسله مراتب قدرت دیگه رو دارید ولی هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که ترک ها با اون بیگانه بودند. دومن فرق بین شیعه جعفری و سنی هنفی چیه؟ شما میتونید به من بگید شما طبق هر ملاک و معیاری که بخواید بین این دو فرق زیالی قائل بشید من میتونم اون رو با دلیل و مدرک رد کنم شما فکر میکنید تفاوتی نیست؟ میدونید در ترکیه معاصر بعضی ادمها به خصوص قبل از به قدرت رسیدن امام خمینی از اجتهادات او بهره گرفتند و اون رو به خدمت تسنن هنفی حنفی درآوردند. به خصوص در بانکداری و امور اقتصادی. فراموش نکنید فرق بین این دو مذهب مثل فرق بین کلیسای کاتولیک و ارتودکس نیست. اگرچه ما هم سلسله مراتب خودمون رو داریم. مثل مرجع تقلید، پیران طریقت یا مشایخ. اما نهادی مثل نهاد کلیسا نداریم. از این نظر اسلام به یهودیت شباهت داره. در یهودیت هم ما خاخام داریم. شما میتونید یک جمعی از خاخام ها رو ببینید که دور هم هستند اما نهاد کلیسا وجود نداره. خیلی خوب خیلی میشه راجع به اختلافات صحبت کرده حالا بیاد خیلی وارد اون بحث نشیم سالهای دیگه ای دارم که میخوام ازتون بپرسم از لحاظ زبان آیا هیچ فعل و انفعالی بین زبان ترکی و زبان فارسی وجود داره؟ بله اصطلاحات و کلمات مشترک خیلی زیادی هستند به غیر از این رو منظورمه فکر میکنید که کلماتی هستند در فارسی نفوذ کلمات ترکی و مغولی رو میبینیم مثل اتاق و قاشق اینها ترکی هستند شما کلمه آویزه رو به ما دادید و ما همچنان از کلمه آویزه استفاده میکنیم بگذاریم که حتی در زبان روسی هم کلمات فارسی فراوونی وجود دارند. حالا شما فراموش کنید یه لحظه. صرف نظر از کلمات ایرانی که وارد زبان ترکی شده، از لحاظ شعر چطور؟ بذارید من این سوالمون بپرسم چون خیلی مهمه فکر میکنید چرا مولانا که در قونیه سالهای زیادی زندگی کرد و همونجا هم فوت کرد امبوهی شعر فارسی سرود ولی اصلا به زبان ترکی شعری نبود پس بگذارید من سوال شما رو یک جور دیگه ای جواب بدم شما فکر میکنید چرا نظامی گنجوی که یک آذربایجانی خالص بوده و خودش گفته که ترک یک شاعر ترک نیست چرا؟ چون هیچ شعری حتی یک بیت یا مصره ترکی نگفته و تماما به عربی و فارسی شعر گفته همین برای مولانا هم صدق میکنه ما دقیقا نمیدونیم که اصلیت قومی مولانا چیه ولی میدونیم که ترجیح داده در قونیه زندگی کنه و مخاطب خاص خودش رو داشت که دنبال روی او بودند. فراموش نکنید که طریقت مولوی سالهای سال طی قرنهای متمادی در خود ترکیه مرجعی برای یادگیری زبان و فرهنگ فارسی بود. حتی تا به امروز. اگر ترکیه شاهد یک دوره رنسانس زبان و فرهنگ بوده این به خاطر اندیشمندان پیرو مولوی بوده خیلی خوب بذارید به آثار و تحقیقات شما بپردازیم که اغلب درباره امپراتوری عثمانی است تاریخ سازمان حکومتی عثمانی برای همینه که ما به ایرانی ها دل داریم چرا امپراتوری عثمانی انقدر برای شما جذابه؟ آیا این نشاندهندی شیفتگی شما به امپراتوری عثمانیه؟ بله البته که شیفتگی است چون عثمانی یک امپراتوری بوده و ما ترکا به نیاکانمون و میراثشون افتخار میکنیم و هرچه که مربوط به عثمانی هاست در ترکیه همچنان به آبرجا مونده. هر کسی خودش رو با این موضوع تطبیق نداده، خیلی چیزا رو از دست داده. فرهنگ اداری عثمانی هم خیلی مدیون ایرانی هاست. اگر شما تاریخ سازمان اداری حکومت عثمانی رو نگاه کنید، شگفتاوره. فراموش نکنید ترک ها تیپ های مختلفی هستند. شما جنگجویان ترک رو داشتید که ارزش های خودشون رو داشتند ارتشیان ترک در قزنه افغانستان و در دوره سلجوقی ها در ایران وجود داشتند در آناتولی، در آسیای مرکزی و حتی در هند هم زبان ترکی در ارتش و در دربار رایت شده بود. ولی شما چرا فکر میکنید امپراتوری عثمانی فرو پاشید؟ I mean is... شما فکر میکنید چرا هخامنشیان یا ساسانیان فرو پاشیدن؟ این یک قاعده است دنیای صنعتی ظهور کرد و ما نتونستیم در برابرش مقاومت کنیم با این وجود به این معنی نیست که ترکیه یک کشور غیر صنعتی بود ترکیه در قرن 19 هم یک کشور صنعتی کمتر توسعه یافته بود تا آستانه قرن 20 ما شیوه های تولید و صنایع خودمون رو داشتیم در قرن 20 ما یک جنگ بزرگ داشتیم همونطور که ایرانی ها جنگ بزرگی داشتند. بنابراین ما در گذشته صنعت خاص خودمون رو داشتیم و در آینده هم کشورهای ما دوباره صنایع خودشون رو خواهند داشت در دنیای مدرن اگر شما به اندازه کافی تولید نکنید مشکل خواهید داشت مشکل دنیای اسلام امروز نه اسلام نه سکولاریزم نه قرب زدگی مشکل تولیده باید این کشورها تولید کننده بشن شما فکر میکنید در اون زمان عثمانی ها میتونستند اونقدر اصلاحات بکنند که مانع فروپاشی خودشون بشن؟ بله در قرن 19 هم ما آدم های خیلی بزرگی داشتیم مثلا در ایران هم امیر کبیر بود مرد بزرگی که از میان مردم اومده بود من امروز دارم یک مقاله می نویسم راجع به محمد علی پاشا پسر خیلی فقیری که پدرش آدم ساده ای بود اما بعدا تونست وزیر خارجه امپراتوری بشه صدر اعظم امپراتوری شد حتی بیسمارک هم آثار او را خریداری می کرد و می خوند و برای اون مثل یک الگو بود اون دیپلماتی بود که به زیبایی و شیوایی به فرانسه صحبت میکرد هرچند هیچ وقت به فرانسه نرفته بود ما از این جور آدم ها خیلی داشتیم که امپراتوری عثمانی رو بنا کردند. بعد هم آتاتورک رو داشتیم که مردم هنوز هم راجع به اون صحبت می کنن. من به شما میگم دنیای اسلام احتیاج به کرامت و بصیرت داره مردها و زنها و جوانها دانشجوها و سالخورده ها و دهخان ها همه احتیاج به کرامت و بصیرت دارند و لازمه داشتن این کرامت داشتن اعتماد به نفسه اگر اعتماد به نفس نداشته باشید همه اینها بیهودگویه شما از آتاتور صحبت کردین در همون زمان که آتاتور در ترکیه به قدرت رسید و یک انقلاب رو شروع کرد و شروع کرد به مدرنیزه کردن ترکیه در ایران هم رضاشاه همون همزمان همون کار رو کرد ولی فکر میکنید چرا آتاتور تونست در ترکیه موفق بشه ولی رضاشاه در ایران شکست خورد ببینید رضا شاه شکست نخورد فقط خیلی آهسته پیش رفت من وقتی میگم شکست دارم اون رو با آتاتورک مقایسه میکنم رضا شاه فقط کمی از عقبتر شروع کرد آتاتورک از نقطه جلوتری شروع کرد آتاتورک یک ژنرال بود که سقوط امپراتوری عثمانی رو دیده بود در جنگ جهانی اول آتاتورک در جبهه جنگ بود او هم تعم مقاومت و هم تعم پیروزی رو چشیده بود آتاتورک بعدا ترکیه جدید رو پایه کرد. در این راه اون مخالفت چندانی نداشت و اگر هم داشت تونست مخالفانش رو به راحتی منظوی کنه. رضا شاه چون این قدرتی رو نداشت برای همین مجبور شد با خیلی از این عناصر مصالحه کنه. اگر شما مجبور بشید سازش کنید در حالی که کشور شما هنوز در حال درست کردن زیر ساخت هاست، مشکل خواهید داشت رضا ناموفق نبود پیروانش ناموفق بودند خیلی عجیبه مثلا قوام السلطنه مصدق و حتی شاهزاده اشرف که در جوانی موفق بود بعدا به هیچ جایی نرسیدند من فکر کنم این دوره های تاریخی و ساختارها هستند که شخصیت های تاریخی رو می و یا عوض می کنند گاهی از مثبت به منفی یا همچون چیزی به این شکل نتیجه انقلاب مشروطیت در ایران یعنی قدرت گرفتن شاه و بعد محمد شاه به انقلاب اسلامی منجر شد فکر میکنین این طبیعیه که یک کشور همین مراحل رو طی کنه و بعد به انقلاب اسلامی منجر بشه ببینید شما اگر ساختار قوی نداشته باشید بله طبیعی و اجتناب و ما نمیدونیم در ترکیه هم چه اتفاقی خواهد افتاد صرف نظر از عواملی مثل حمله خارجی اما ایرانی ها در سی سال گذشته شروع کردن به مطالعه و آموزش نه فقط درباره کشور و فرهنگ خودشون آموختن که خیلی هم برجسته است همینطور در مورد فرهنگ و تمدن دنیا نیست همین کار رو کردن ترجمه در ایران خیلی چگفتنگیزه گاهی باور نکردنیه کار ایرانی ها در این زمینه از خیلی از ترجمه های ما بهتره تحقیقاتی که ایرانی ها در مورد کشورهای دیگه می کنن هم خیلی با ارزشه ایرانی ها سعی میکنند که کارایی در این زمینه انجام بدن مهمترین مسئله نیم میلیون ایرانی مهاجر در کشورهای دیگه هستند که فرهنگ خودشون رو حفظ می و این هم اعجاب باید از اونها استفاده کرد این خیلی مهمه کشور به اونها احتیاج داره دولت باید در این جهت و کمک به این روند مصالحه و تسامح به خرج بده چطور باید به این تسامح رسید اگر حکومت فعلی بتونه چنین مصالحه ای رو انجام بده که خوبه و الا باید به اون فکر کنه شما منظورتون اینه که یا باید به این مصالحه برسه یا اینکه کنار گذاشته بشه من نمیتونم به شما درس بدم من فقط میگم باید از این گنجینه ارزشمند دو میلیون نفری استفاده بشه گنجینه از آدم های بسیار تحصیل کرده و کارآمد تصور بکنید وقتی من جوان بودم تصور از ایرانیان در کشورهای دیگه اصلا یک چیز متفاوتی بود ایرانی ها آقا و اشرافمنش بودند اما امروز در غرب به ایرانی ها به عنوان آدم های با فرهنگ و اهل کار نگاه می کنند. تغییر بزرگی اتفاق افتاده. شما گفتین که مطمئن نیستید در آینده ترکیه چه اتفاقی بیفته؟ نه نه من نگفتم. پیشبینی کار درستی نیست. ولی بعضی عناصر سکولار مخالف دولت در ترکیه هستن که نگرانن فکر میکنن که دولت اسلامگراها در اینجا بله در اینجا در ترکیه اونا نگران که یک دستور کار پنهانی داشته باشه دولت ترکیه که ترکیه رو به یک کشور اسلامی تبدیل بکنه در دراز نگرانی کافی نیست باید خودشون رو سازماندهی کنن شما در این نگرانی ها شریکت با اونا؟ <applause> نه نه من نگران نیستم خیلی از این آدم ها فقط حرف میزنند. اینها باید خودشون رو سازماندهی کنند باید احزاب قوی درست کنند. در این کشور به از حزب دولتی حزب درستی وجود نداره. فقط یه حزب قدیمی مردم وجود داره. اینا قبلا به هدف خودشون رسیدند یه حزب تاریخی که قبلا به اهداف خودش رسیده باشه حالا فقط پوسته ای از یک حزب واقعی. شاید هگل گونه به نظر بیاد ولی واقعیت داره باید حزب های سوسیال دموکرات کنند باید یه حزب ناسیونالیستی و ملیگرای ترکیه درست کنند ملیگره ها فعلا یه حزب کوچیک خورد و بوجوازی هستند ناسیونالیست های فعلی تجربه ندارند و باید تجربه کسب کنند اینجا باید یه اپوزیسیون خیلی قوی سازماندهی شده ایجاد بشه تا کشور تکذبی نباشه باید دو حزب یا سه حزب وجود داشته باشه باید این کار رو اول انجام بدن این دولت هیچ اپوزیسیونی نداره مشکل اینه چرا اینطور فکر میکنید؟ آیا به خاطر حاکمیت نظامی ها در گذشته بوده؟ نه نه چرا ترکیه که کشوری توسعه یافته است حزب مخالف نداره ببینید ارتش در این کشور سازمان یافته تر از همه است اونا از بین افرادی انتخاب می شدند که بین اشراف بزرگ نشدند نظامی های ترکیه برخلاف اروپایی و آمریکای جنوبی ها متعلق به طبقه اشراف نیستند اینا همه چیز یاد می گرفتن. زبانهای خارجی، آداب و رسوم و اتیکت رو یاد گرفتن. تاریخ، استراتژی، مهندسی، شیوه های راهبردی همه چیز رو در ارتش یاد گرفتن. همه اونها تعلیم درست دیدند. بنابراین نمیتونید اونها رو به راحتی عوض کنید. اگر بخواهید عوضشون کنید، آدمای خیلی بی رو تحویل خواهید داد و موفق نخواهید شد. ترکیه امکان این رو نداره که ارتش و سیستم نظامی خودش رو از بین ببره. این غیر ممکنه. در ترکیه همیشه یه دولت نظامی وجود داشته. شما نگاه بکنید به کاخ توپکاپی در زمان محمد فاتح یا شاه سلیمان کبیر. کاخ اونها بسیار زیباست. اما در عین حال اونها خیلی محقرانه زندگی می کردن. فضاهای خیلی کوچیکی برای زندگی داشتند ولی پادگان ها و مراکز نظامی توسعه یافته بودند همیشه اینطور بوده برای همین هم است که این جامعه یک جامعه نظامیه یک امپراتوری نظامیه این کشور به خاطر تهدیدهای دشمن تونسته بقا پیدا کنه شما فکر میکنید این جامعه به طرف ایجاد اپوزیسیونی که شما میگید لازمه داره حرکت میکنه؟ بله باید حرکت بکنن چاره دیگه ای نیست وگرنه آره شما میگید باید حرکت کنه ولی آیا گامی در این راه برداشته میشه؟ اگه این گام برداشته نشه ترکیه هیچ شانسی نخواهد داشت برخلاف ایرانی های نخبه در کشورهای دیگه نخبه های ترک در خارج از ترکیه موفق نبودند. البته ما خیلی مدیرای خوب و پروفسورهای موفق ترک داشتیم اما نمیتونیم تاثیر اونها بر فضای اجتماعی و نه تعدادشون رو با ایرانی ها و یونانی های مهاجر و نخبه مقایسه کنیم بنابراین راه چاره اینه که شما کشور رو عوض کنید با این شیوه موفق نخواهید شد باید سعی کنیم در داخل خود ترکیه تغییر به وجود بیاریم باید سعی کنیم در داخل کشور یه جبهه مخالف دموکراتیک درست کنیم اگر این کار رو نکنیم برای همه مضر خواهد بود به نظر شما اگر اپوزیسیون درست نشه اون وقت چی میشه در ترکیه؟ من اصلا نمیخوام به این موضوع فکر کنم بله شما نگرانید؟ بله نگرانم آقای پروفسور آرتایلی ممنونم که مهمان برنامه ما بودید